بسم الله الرحمن الرحیم. و ابتلوا الیتام حتى بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فصل دوم از فصولی که در ذیل این مقطع از آیات کریم مطرح شد، تبیین عصر جاهلی بود، تبیین عصر نزول قرآن کریم که جاهلیت کل جهان را فرا گرفته بود. این بحث بخشش بوده تاریخ است که شبه جزیره عربستان در چه حالت بود، ایران در چه حالت بود، خاور دور و نزدیک در چه حالت بود که در کتب تاریخ آمده. بخشی از آن مربوط به بحث‌های ربایی و قرآنی است. اون قسمت که مربوط به بحث‌های قرآنی است تا حدودی اشاره شد، و اون قسمتی هم که مربوط به بحث‌های ربایی است چند حدیث از کتاب شریف نهج البلاغه هم بخواست خدا قرائت میشه تا روشن بشود که فضایی که قرآن در اون فضا نازل شده است چقدر آلوده بود و همه این آلودگی را قرآن برطرف کرد. تا حدودی روشن شد که مردم گرفتار جاهلیتی بودن، حتی در حد فرزند کشتن، و این فرزند کشی هم به سه صورت بود. گاهی دخترها رو می کشتن برای اینکه مبادا در جنگ ها به اسارت برون، گاهی هم پسرها به دخترها فرق نمی کرد می کشتن برای ترس از گرسنگی، گاهی هم فرزندها چه پسر چه دختر را قربانی می کردن برای بت‌ها. چون فطرتشون باقی است، لذا قابل که بودن، لذا با شدت مقابله هم کردن. لذا قرآن کریم می‌فرماید بله، پیغمبر را قابل دانست، نه اینها را. اینها مثل دیگران قابل بودن. قرآن کریم هم ذکر میکند، میفرماید به این که اگر ما پیغمبر را از دیگران انتخاب میکردیم، شما در اثر اون لجاجتی که داشتید ایمان نمی آوردید. از بس اینها لجوج و عنود بودن که قرآن کریم استدلال میکند، میفرماید به این که اگر ما پیغمبری را از غیر عرب انتخاب میکردیم، شما می گفتید اعجمی و عربی. نه، ادبیاتشون در فحش و سب و حجاب کار می رفت. شعر خوب می گفتن، خطابه های خوب ایراد می کردن، اما قدرت نوشتن نداشتن و شعرشون هم در حج و تشبیه به کار می رفت. این چه ادبیاتی است؟ ادبیاتی که درش معارف نیست که ادبیات نیست. اینا می توانستن بدون تأمل زیاد قصیده های قرائی به سرایم، اما در حد تشبیه، در حد حج، این چنین نبود که در فضائل اخلاقی یا در علوم و معارف چیزی را داشته باشند. خب وقتی که لفظ قوی باشد فقط به درد سب و حج میخورد، این که فرهنگ نشد. نه، اون زبان را وحی به خدمت گرفت. شما مثلا تو لغات عرب وقتی مراجعه میکنید قبل از اسلام، میبینید خیلی وسیع است اما خیلی بی‌محتواست. مثل اینکه الان شما به لغات غرب که مراجعه میکنید میبینید خیلی وسیع است اما کم محتواست. این کامپیوتری که اختراع شده، این رادیو که اختراع شده، هواپیما اختراع شده، آبلوها اختراع شده، صدها اجزای ریز و درشت فنی دارد که هر کدام یه نامی دارد.
اگر کسی بخواهد به این لغات آشنا بشود باید رنج طولانی تحمل کند. اما می‌بینید که هزارها لغت است درباره سیم و پیچ و مهره و بستن و گشودن یک کامپیوتر، آهن، درباره انسان که چه بکنم، این ابزار رو چی مصرف بکنم. در قسط و عدل شامل فرهنگ غرب فقیر است. هزارها کلمه درباره این پیچ و مهره هست چون ابزار کار اونهاست. اما درباره معارف چطور؟ درباره قسط و عدل چطور؟ سیر و سلوک چطور؟ منازل سائرین چطور؟ دستشون تهیست. عرب جاهلی هم این چنین بود. کیفیت خوابیدن چطور؟ برخواستن چطور؟ راه رفتن چطور؟ نیم خیز رفتن چطور؟ همه اینها برش اسم بود. شما لسان العرب را که ملاحظه میکنید میبینید پر از ادبیات است. اما وقتی قبل از اسلام را نگاه میکنید با بعد از اسلام میبینید دنیایی از تفاوت پیدا شده. با همون سرمایه ها معارف را تزریق کردن. با قرآن کریم هم رو لجاجت اینها تکه کرد. فبود ما میخواستیم عرب رو تربیت کنیم. اگر این پیغمبر عجم بود هرگز این عرب ایمان نمی آورد. اعجمیون و عربی قل هو للذین آمنوا هدن. ما به شما رحم کردیم که پیغمبر را از شما فرستادیم، نه اینکه شما لایق بودی. لو کان العلم و سریال تناولت و رجال من فارس که در باری اونا نیامده. اینها آماده بودن. فرمود هر جا دین باشد مردم ایران زمین میپذیرن، متعصب نیستن. و اما اگر پیامبر ایرانی باشد، رومی باشد، چینی و هندی باشد، عبری باشد، عرب نمیپذیرن. البته در هر قومی یه افراد قلیلی مستثنا هستن، اما اونطوری که قرآن کریم پرده برداری کرد همون، ما یک ملتی از طرف خدا بر شما داریم که پیامبر را از بین شما مبعوث کردیم، وگرنه شما کسی نبودید که به پیامبر عجمی ایمان بیاورید. به هر تقدیر قرآن عصر را عصر جاهلی ترقی کرد. عمده یک نکته است که قرآن به عنوان متن مشخص کرد و نهج البلاغه به عنوان شرح. و اون این است که چطور عرب این چنین شدن، چطور اینقدر فرومایه شدن که حتی به فرزند کشی افتخار میکردن، تقرب داشتن الالله. بله، یعنی کسی که مجرم باشد ما او رو میگیریم. این تعلیق حکم بر وصف هم هست. بنابراین قرآن کریم نمونه های رو ذکر میکند. البته درباره خصوص مردم یک منطقه نیست، درباره مصر ذکر میکند و همچنین درباره فرائنه و درباره سامری و اینها ذکر میکند. میفرماید منشأ عقب افتادگی جهل است. جهل به دو معنا، هم بی سوادی هم بی خردی. انسان نه قدرت داشته باشد که مسائل رو درک بکند، نه اون مقداری که درک می کند به او بها بدهد که بتواند غرائز را تعدیل بکند. اونگاه خوی خودسری و خودکامگی و تکبر و غرور حاکم می شه. جهل از یک سو، تکبر از سوی دیگر، چه ها که نخواهد کرد. در جریان فرعون قرآن کریم دو تا بیان دارد. یکی این که آل فرعون یسومونهم سوء العذاب بود، یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود و امثال ذلک. اینا را صائمه می کردن. صائمه یعنی اون حیواناتی که صحرا چرند در برابر مألوفه. این گوسندانی که دست پرورده اند اینا مألوفن که به اینا علف می دن. اون گسنده هایی که میرن آزاد بیرون میچرن اینو میگن صائمه. درباره آل فرعون فرمود اینها بنی اسرائیل مستضعف را صائمه کردن، یسومونهم سوء العذاب. اینا را میبردن به صحرا برای چریدن عذاب، عذاب چر میکردن.
هر کی می چریدن عذاب بود، در حد حیوان زندگی می کردن و مرتع اینها هم چراگاه اینها هم عذاب بود، عذاب می چریدن. چرا به این روز سیاه رسیدن؟ برای اینکه استخف قومه فعطاؤه، مردم را خفیف کرد. این شستشوی مغزی همین است، خفیف کرد، سبک کرد، تهی مغز کرد. اینا را از اون آثار بجامنده از تعالیم انبیاء علیهم السلام تهی کرد. وقتی مغز اینها را خالی کرد، هر دستوری که میداد اطاعت میکردن. فاستخف قومه فاطاعوه، این یک راه است که اختصاصی البته به مردم مصر و فرعون امثال ذالک ندارد. یعنی هر زماندار خودسری اگر مردم را تهی مغز بکند، قهرن از اونها اطاعت میگیرد. در سوره مبارکه زخرف آیه 54 این چنین است: فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. از سمت دیگر خرافات هم رواج داشت که گرفتار حس بودند. با مشاهده اون همه معجزات از موسی کریم سلام الله علیه، وقتی سامری برای اونها اون ملعبه را به پا کرده است، اینها پذیرفتن. آیه 85 سوره طه این است که قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و اول لهم سامری. سامری اینها را گمراه کرد. خب اگر علم و دانش نباشد و اگر اون فضائل اخلاقی هم رخت بربندد، هر مقتدری میتواند بر اساس قد افلح الیوم من استعلا بر اینها مسلط بشه. وقتی مسلط شد، از باب فرق تصد، اختلاف بینداز و سیاست بکن، اینها را به شعبه شعبه تقسیم کردن که یزیغ بعضکم بعض بعض شد و یلبسکم شیعا شد و مانند اون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و یزیغ بعضکم بعض بعض و یلبسکم شیعا. این تعبیرات است. اختلاف شوکت و جلال ملت و امت را از بین میبرد. منشأ پیدایش اختلاف هم جهل در مقابل علم از یک سمت، جهل در مقابل عقل از سوی دیگر. قرآن کسانی را که اختلاف میکنند میفرماید اینها شوکتشون را از دست دادن که لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم. این همون تعبیری است که در فارسی هم میگویند. این تعبیر تذهب ریحکم در تعبیرات فارسی ما هم هست. منشأ این اختلاف هم بیعقلی است. در سوره 8 فرمود به اینکه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. آدم بیعقل به جان هم میفتند. خب اگر فرعون به سایر زمامداران خودسر اینا را تهی مغز کردن، از اینها اطاعت سیاسی میگیرم، سامری ها هم اطاعت های دینی میگیرم، داخل اینها هم با اختلاف شکست را بر اینها تحمیل میکند، اونگاه هر بلایی به سر اینها در بیارن تحمل میکند. رو تحلیل قرآنی اینه. پس در این فصل دوم دو مقام بحث شد. یکی این که جهان در عصر بعثت چه بوده است، یکی این که چرا این چنین بوده است. این دو مقام کاملا از هم جداست. یکی اصل گزارش است، یکی سبب این حوادث تلخ. پس اگر سامری هست در اثر سفاهت و خرافات طلبی مردم مصر، و اگر فرعون است در اثر خفت و تهی مغزی مردم هست. حالا بریم به سراغ نهج البلاغه، ببینیم که از تعمی سلام الله علیه چه تحلیلی از فضای عصر بعثت دارد. شما نهج البلاغه را که ملازم فرمید، ولو به موضوعات نهج البلاغه مراجعه فرمید، میرید موارد زیادی را هست تعمیر به عنوان
تشریح عصر بعثت ذکر میکنن. حالا بعضی از اونها را در اینجا قرائت میکنیم. در نهج البلاغه مباحث فراوان راجع به بعثت هست. یکی هدف انبیاست که اون فعلا از بحث بیرون است. یکی تشریح وضع مردم است در عصر بعثت که مردم در چه حال بودن و چرا این حال را داشتن. هر دو مطلبی که در فصل اول مطرح شد در نهج البلاغه هست. یکی این که روزگار مردم سیاه بود و این که چرا به این روز سیاه مبتلا شدن. در خطبه دوم نهج البلاغه جریان بعثت را که بازگو میکنه میفرماید به این که اشهد ان لا اله الا الله. اوائل خطبه دوم است. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتا ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها. تا که به جریان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسد میفرماید به این که من شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدهم. ارسله به دین المشهور و العلم المأثور و الکتاب المستور و النور الساطع و الضیاء اللامع و الامر الصادق ازالتا للشبهات و احتجاجا بالبینات و تحذیرا بالآیات و تخویفا بالمثلات و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین. چون تناب دین ابراهیمی منجزم به پاره شد و از دستشون در و تزعزعت سوار الیقین و اختلف النج و تشتت الامر و زاغ المخرج و عمی المستر فالهدا خامل و العما شامل اسی الرحمن و نسر الشیطان و خزر الایمان فنهار الدائمو و تنکرت معالمو و درست سبولو و عفت شروکو عطا الشیطان فسلکو مسالکهو و بردو مناهلهو بهم سارت اعلامه و قام لواءه فی فتن داستهم به اخفافها و وطعتهم به اولافها و قامت علا سنابکها فهم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتونون فی خیر دار و شر جیران نومهم سهود و کهلهم دموع و ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. در پایان به این نکته اشاره میکنم. سرزمینی که اگر یک نفر دانشمند در اونها هم به سر برد دهن بسته بود، عالمشون ملجم بود، لگام و لجام در دهن بود، نه قدرت حرف زدن داشت نه قدرت نوشتن داشت و جاهلش هم مکرم بود. خب در جایی که علم ارزش نداشته باشد و عالم ملجم باشد بازش همین است دیگر. پس هر دو مطلب را حضرت در این خطبه دوم بیان کرد. یکی بیان تیره بودن اوضاع حجاز، یکی سبب این تیرگی. در خطبه 26 هم اوضاع حجاز را و جاهلیت را تشریح میکنند. میفرماید به این که ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد ندیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب على شر الدين و في شر الدار منيخون بين حجارة خشن و حیات سم تشربون الكدر و تأكلون الجشب و تسفكون دماءكم و تقطعون ارحامكم الاصنام فيكم منسوبه و الآثام بكم معصوبه. در بحثی دیروز اشاره شد که خصوصیت های اقلیمی و جغرافیایی از یک سو و فشار اقتصادی از سوی دیگر و جهل از سوی دیگر و بت‌پرستی از سوی دیگر و رذایل اخلاقی از سوی دیگر این محیط را تیره کرد که نوعش در این خطبه 26 آمده. فرمود از نظر مسائل جغرافیایی و اقلیمی کم که تو سنگلاخهای خشن زندگی میکردی و مارهای کر همونجا زیاد بودن. این مارها وقتی که دست بردار نباشند با هیچ سر صدایی بیرون نروند اینو که خیلی پر سمند و پر نیشن. از این مارها تعبیر میکنن میگن حیات سم که جمع اسم است. نه اینکه اینا کرند نمیشنوند بلکه منزجر نمیشوند، هیچ سر صدایی اینها رو از جا در نمیبرد، همیشه حمله میکنن. همون شما تو این مارها زندگی میکردی، بت‌ها هم منصوب بود و گناهان هم مستحکم، این وضع شما بود. بعد به برکت اسلام این تحول پیدا شده است. در خطبه 33 فرمود به این که
ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مبعوث کرد و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوتا. زمان فترت بود، به جاهلیت بود، به هر دو معنا. کسی قدرت خوندن نداشت، به کسی هم داعی نبوت نداشت، فکر نبوت هم در سر کسی نبود، چون خیال میکردن اگر نبوتی هست نصیب فرشتگان است. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم ظهور کرده است. فساق الناس حتا بوعهم محلتهم و بلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم و اطمأنت صفاتهم. حالا تیرهای اینها راست شد، یعنی دیگه کسی قدرت تیر شکنی اینها نداشت. سنگ های اینها هم در جای خود قرار گرفت. صفات همون سنگ املس است. یه وقت از این سنگ را میتوان شکست، اینجا دیگه مطمئن نیست این سنگ در جای خود. یه وقت نه، این حجر سلد است و مستحکم است، در جای خود قرار میگیرد. استقامه قنات و اطمینان صفات، صفات یعنی اون حجر سلد، در چند خطبه نهج البلاغه آمده. در خطبه 89 فرمود ارسله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را علی حین فترت من الرسل و طول هجعت من الامم. خیلی ها در حال هجعه و خواب بودند. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی خواب. اینجا خواب طولانی داشتن. و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و تلب من الحروب، جنگ ها نائرش مشتعل بود. و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور الهین اسفرار من ورقها و ایاس من ثمرها و اغفرار من مائها قد درست منار الهدى و ظهرت اعلام الردى فهیه متجهمتون لأهلها عامستون فی وجه طالبها ثمرها الفتنه و تعامها الجیفه و شعارها الخوف و دفارها السیف. جز خونریزی و قارتگری کاری نبود. یه عده کارشون غارتگری، یه دم قضایشون ترس، شعارشون ترس، دسارشون ترس. فعتب رو عباد الله فرمود ببینید شما را از چه روز تیری به چه فضای روشنی منتقل کرده است. در خطبه 95 این چنین فرمود بعثه و الناس زلالون فی حیرتن و حاتبون فی فتنتن قد استهوت هم الاهواء و استزلت هم الكبریا و استخفت هم الجاهلیت الجهلا. همون دو نکته اساسی که در آیات قرآنی بود در این خطبه ها آمده که بی سوادی از یک سوی به کبر و غرور و رذایل اخلاقی از سوی دیگر، اینها رو به روز تیره نشونده. اینها خفیف شدن، تهی مغز شدن. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، همونطوری که فرعون استخف قومه فعطا او، اینها هم در فضای جهل جاهلی زندگی میکردن، به توهی مغز شدن. وقتی توهی مغز شدن به هر عاملی هم براشفته میشدن، به تابع اتباع کل نائق بودن. حیارا فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل فبالغ صلی الله علیه و آله و سلم فی النصیحه و مدعا علی طریقه و دعا الی الحکمت و الموعظه الحسنه. جاهلیت را به موعظه حسنه و حکمت تبدیل کرده است. در خطبه 151 این چنین فرمود و اشهد ان لا اله الا الله. بعد تمود شهادت میدم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله و نجیبه و صفته لا یوازا فضله ولا یجبر فقده اضاعت به البلاد بعد الضلالت المظلمت والجهالت الغالبت والجفت الجافیت والناسو یستحلون الحریم و یستذلون الحکیم. اینا سعی میکردن حرمتها را در هم بشکنن، حکما و دانشمندان را ذلیل کنن و با جاهلیت زندگی کنن. یستحلون الحریم و یستذلون الحکیم، که در بعضی از نسخ حلیم آمده. در خطبه دیگر این مسئله رو با بیان این که شما وضع جاهلی رو ناچارید از دست بدهید ذکر کرده است. در خطبه 166 فرمود دیت اصل صغیرکم به کبیرکم ولی یرعف کبیرکم به صغیرکم ولا تکونو که جفات الجاهلیه. مگر در جاهلیت چی بود؟ فرمود در جاهلیت این بود که لا فی الدینه یتفقهون
ولا عن الله یعقلو، که قیز بیز فی اداح یکونو کسرها بزرن و یخرجو هدانها شر را، مثل تخمه های بعضی از خزنده های پرسم که وقتی شکستی جز هم و جز مار به مانند اون چیزی از او در نمیاد. وضعیتون این بود. کان الناس فی جاهلیت جهلا قد استهوت هم الاهوا. در خطبه قاصه است. در خطبه قاصه اوضاع رو بازتر مشخص فرمود. فرمود به این که شما افراد عادی را باید دید نگاه کنید. فرزندان اسماعیل و اسحاق را که جزء وارثان انبیای ابراهیم علیه السلام بودن، اونا را هم باید دید. دیگه نگاه کنید که اینا با داشتن اون همه فرهنگ های قوی و غنی و خانواده اصیل به چه روز سیاهی مبتلا شدن. در این خطبه قاصعه که 192 خطبه نهج البلاغه است، میفهمد فاعتبروا بهار ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، یعنی اسماعیل و اسحاق و اسرائیل که یعقوب علیهم السلام است. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. تأملوا امرهم، نگاه کنید اینا پیغمبرزاده بودن و قداستشون مورد پذیرش همه انبیای ابراهیمی بود. قرآن روی عظمت این پیغمبرزاده ها صحه گذاشت. ببینید به چه روز سیاهی در آمدن. فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، یعنی بر اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم السلام. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرتو والقیاسرتو اربابا لهم. اینا وقتی اختلاف داخلی داشته باشن، قیصر روم و کسرای ایران شاهنشاهی بر اونها مسلط می شود. این همین است. خب فرهنگ نباشد، فضیلت اخلاقی نباشد، خوی استکباری باشد، خب البته کسرا و قیصر مسلط می شود. لیالی کانت الاکاسرتو سلاسین ایران والقیاسرتو سلاسین روم اربابا لهم. این خطبه قاصه از اون مفصلترین خطبه نهج البلاغه است و از پرمحتواترین خطبه های نهج البلاغه است. یحتازونهم عن ریف الافاق، این را حیازت میکردن، این جز موات بودن، این موات را حیازت میکنن دیگه. الان این شنهای ترودخانه را هرکی گرفت مال اوست، این سنگای بیابان را هرکی گرفت مال اوست. فرمود این پیغمبرزاده ها مواد شدن، یا کسرا حیازت میکرد یا قیصر حیازت میکرد. خب آدم بی فرهنگ باید تحت حیازت دیگران قرار بگیرد دیگر. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خضرت دنیا الی منابت شیح و محافل ریح و نکد المعاش فترکوهم عالتن مساکین. اینا را یه مش جدا کردن، همه چیزشون را گرفتن، مثل همه این سرزمین آفریقا که الان شما میبینید. خب اینا اگر فرهنگی میداشتن و فضائل اخلاقی میداشتن و رشد سیاسی میداشتن، با داشتن همه اون ذخایر ارضی اینقدر گرسنگی نمیشیدن که تمود همین پیغمبرزاده ها را این اکاسره ایران و قیاسر روم جدا کردن. آله یعنی فقیر، عیالمند رو میگن آله، علم یجد که آئلن فاغنا، همین است دیگه. آلتن مساکین، مسکین رو هم که مسکین میگن برای اینکه دیگه قدرت پا شدن ندارد که. هم فقیر رو فقیر میگن برای اینکه ستون فقرات شکسته است، هم مسکین رو مسکین میگن برای اینکه یکی ساکن شد قدرت حرکت ندارد. فقیر قدرت قیام ندارد، مسکین قدرت حرکت ندارد، ساکن است. فرمود اینا پیغمبرزاده ها رو به این روز در آوردن. قالتن مساکین اخوان دبرن و دبر، هم دین نقل شده است هم دبر. دبر رو یعنی اون زخمی که پشت اسب و امثال اسب میاد، اونا رو میگن دبر. و بر هم امین پرکش شطور و اینها. فرمود اینها را اخوان دبر و ببر کردن، یعنی اینا رو دامدار کردن، چاویدار کردن و
یا با زخم دوش اسب با سر و کار داشته باشن یا با پشم شتر با سر و کار داشته باشن. اینا رو ساربان کردن پیغمبرزاده ها را. خب همینطور بود دیگر. ازل الامم دارن و اجدب هم قرارن لا یعبون الى جناه دعوت یعتسبون بها ولا الى ظل الفت یعتمدون الى عزها فالاحوال مضطربه والایدی مختلفه والکثره متفرقه فی بلاء عزل و اطباق جه من بنات موعوده. یعنی به جای رسیدن که دختران دیگر زنده ببور می کردن و اصنام معبوده دیگه بت‌ها را می‌پرستیدن و ارحام مقطوعه و غارات مشنونه تندرو الی مواقع نعم الله. اون فرازی بود که به وسیله انبیای ابراهیمی نصیب دودمانشون شد. این هم نشیبی بود که اکاسره و غیاسره مسلط شدن، اینا رو به روز سیاه نشوندن. بعد اسلام آمد شما را به این عزت رسوند که همه اکاسره و قیاسره زیر دست شما هستند. این عظمت را کی به شما داد؟ چرا حق‌شناسی نمی کنی؟ حضرت این رو با تبیین این سه مقطع تاریخی اونها را به اسلام شناسی و حق‌شناسی دعوت کرد. همون روزگاری بود که مجدی به وسیله انبیای ابراهیمی نصیب بنی اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام شد. اینها بعد در اثر جهل و اختلاف و ترک فضائل و ابتلا به رذائل به اکاسره و قیاسره باج دادن، شدن مکاری و چاویدار و جمال و اینها. بت‌پرستی هم رواج داشت به مانندان که در کمال ذلت بودن عالتن مساکین، عائل من بودند و گدا. بعد به برکت اسلام همه اون مجدهای از دست رفته برگشت و اکاسره و قیاسره به زبالدان تاریخ رفتن. حالا پس حق اسلام رو بدونید دیگر. در این بخش بعدی از این خطبه همود فند رو الى مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا فعقد به ملته طاعتهم و جمع علی دعوته الفتهم کیف نشرت النعمت علیهم جناح کرامتها. حالا ببینید نعمت ها بال مکرمت و مجد و عظمت را چگونه بر بالای سر همین مستضعفین پهن کرد. و اصالت لهم جداول نعیم ها جدول ها به جوی ها و آب های رفته از جوی دوباره برگشت و سیلگونه نصیبشون شده است. ولتفت الملتو به هم فی عوائد برکت ها فاسبه و فی نعمت ها قرقین فی خضرت عیشه ها فاکهین قد تربعت الامور به هم فی ذل سلطان قاهر و آوتهم الحارو الى کنف عز قالب و تعطفت الامور علیهم فی زرع ملک ثابت فهم حکام علی العالمین و ملوک فی اطراف الارضین. همین جداها حاکم شدن. حالا قدری رو بدانی همون مگه شما یادتون رفته؟ در خطبه دیگر دارد این قصه که من میگم قصه نیست که باستانی باشد، از نیاکان باید یاد بگیرید که یه مقدار جستجو کنید میبینید براتون هست. تمام این قصه گذشته نیست که از یادتون رفته باشد که همین آره مساکین شدن حکام علی العالمین و ملوک فی اطراف الارضین یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم و یمضون الاحکام فی من کان یمضیها علیهم لا تغمزوا لهم قنات و لا تقرؤوا لهم صفات. این قنات صفات اینجا هم آمده. حالا فرمود همین پابرینا شدن حاکم بر سلاطین. خب اینو به برکت علم و عقل و فضائل عقلانی به اینجا رسیدید. خطبه های دیگر هم هست که الان موقع اذان ظهر است. الحمدلله رب العالمین.